نوبت میرسه به قلب تپنده یه فیلم، مدیر فیلم برداری. سلام نوپا، خوش اومدیم. تا حالا شده یک فیلمی رو ببینید و با خودتون بگین چه نمایی فوق‌العاده ای؟ مسلماً در پس چنین نمایی خوبی یک فیلم بردار خوب نشست. فیلم بردار یا مدیر فیلم برداری مسئولیت به تصویر کشیدن فیلم رو در بهترین حالت ممکن داره. اون مدیر بخش دوربین و تجهیزات نوریه، به همین خاطره که مسئولیت بسیار مهمی توی ساخت فیلم داره. یه فیلم بردار باید از همون مراحل ابتدایی درباره ظاهر و حس حاکم بر فیلم تصمیمات مهمی بگیره. اینکه سیاه سفید باشه یا رنگی، رنگ‌ها اشباع و زنده باشه یا محو و گرفته، دوربین دانای کل باشه و یا وابسته به یک شخصیت و خیلی چیزای دیگه، همگی از مواردی هستن که باید قبل از فیلم برداری راجع به اونا تصمیم گیری بشه. باید به خاطر داشته باشیم که فیلم ها نمایش نیستن. قدرت فیلم برداری بر برانگیختن احساس سرخوشی، غم، شوخی و یا ترس به واسطه تسلط بر اصول سینماییه که بیش از یک قرن در حال رشد و تکامل بوده و هست. اندازه نما، زاویه و حرکت بنیان هر فیلم برداری موفقه که با نورپردازی مناسب برای برانگیختن احساسها اصالت یک فیلم برداری رو شکل میده. همه ما کارگردان رو به عنوان آفریدگار مطلق تصور میکنیم که باید هر جنبه ای از تولید رو بررسی کنه و همه چیز مورد تایید اون باشه. اما در صحنه کارگردان و فیلم بردار مثل دوستای صمیمی هستند که یکی از دیگری حمایت میکنه و در کنار هم تبدیل به یک ماشین خوب روغن خورده میشن که بار بزرگ تولید یک اثر ایدئال رو به دوش بکشن. ممنون از همراهی شما. ریحانه صادق زاده هستم، اینجا هوفو استودیو.